سلام، خوش اومدین به 182مین شماره از روزنامه توپ. امروز جمعه 16 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. وزیر چراغ سبز نشان داد. علی خطیر در آستانه مدیرعاملی استقلال. از باشگاه استقلال خبر میرسه اعضای هیئت مدیره این باشگاه با نظر مساعد حمید سجادی وزیر ورزش بر سر انتخاب علی خطیر به عنوان جانشین حجت کریمی به توافق رسیدند و اون به زودی مدیرعامل آبی پوشان خواهد شد. خطیر که پیش از این معاون ورزشی باشگاه استقلال بود، مدیر و کارشناس حقوق ورزشی است و طبق افشاگری قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی از مدت‌ها قبل گزینه اول مدیرعاملی استقلال بود. حمله حجت کریمی به رئیس سازمان خصوصی سازی. حجت کریمی سرپرست سابق مدیرعاملی باشگاه استقلال که به تازگی از سمتش استعفا داد، با انتشار یک استوری به حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی حمله کرد و مقصر وضعیت این روزای استقلال رو اون دونست. اون در این استوری نوشت: استقلال قربانی قربانزاده ها. تکذیب شایعه مشمول شدن هافبک سرخپوشان. خبری در رسانه ها منتشر شده مبنی بر اینکه میلاد سرلک به دلیل خدمت سربازی نمیتونه قرارداد جدید خود رو با پرسپولیس امضا کنه و باید هرچه زودتر وضعیت خدمت خود رو تعیین تکلیف کنه. منتها بر اساس ادعای خبر ورزشی، قانون به بازیکنای ملی پوش این اجازه رو میده که با وجود عدم تعیین تکلیف خدمت سربازی تا سن 30 سالگی فوتبال خود رو ادامه بدن. پشت پرده توافق پرسپولیس با ایجنت پریرا. باشگاه پرسپولیس برای فسخ قرارداد لاندرو پریرا با ایجنت برزیلی اون به توافق رسید. این مهاجم یک پیشنهاد داره و حاضر شده با دریافت طلب باقی مونده از قراردادش از جمع سرخپوشان جدا بشه. اما ایجنت برزیلی به شرطی حاضر شده قرارداد پریرا رو فسخ کنه که خودش جانشین برای این بازیکن به پرسپولیس معرفی کنه. مصاف تراکتور با یک حریف روسی در ترکیه. تراکتور در اولین بازی تدارکاتی اردوی ترکیه به مصاف تیم اورنبورگ روسیه میره. بر اساس هماهنگی به عمل اومده، دیدار تدارکاتی تراکتور و اورنبورگ روسیه عصر امروز و در استادیومی در نزدیکی کمپ تراکتور برگزار میشه. گفتنی است تمرینات تراکتور از 12 تیر ماه آغاز شده و شاگردان خمز در برخی روزها در 3 نوبت تمرین کردند.